الان خدمت همه مربیان، مخصوصا مربیان EMS برند بیسمبیوزی ساخت کشور آلمان. عزیزان، امروز اومدم خدمتتون که برنامه شماره 9 دستگاه EMS رو خدمتتون توضیح بدم. این برنامه مثل برنامه شماره 8 یک برنامه حوازی بسیار قدیه. 30 ثانیه پالس داره و 3 ثانیه استراحت. حالا ممکنه بپرسید که تفاوتش با برنامه شماره 8 چیه؟ توی برنامه شماره 8 من خدمتون گفتم 65% عمر پالسشه، که حالا تو لیبل های مختلف دستگاه این 65% یه مقدار کم و زیاد میشه. اما برنامه شماره 9 85% عمر پالسشه و یک برنامه حوازی بسیار سنگین محسوب میشه و پیشنهاد میشه همونطور که تو برنامه شماره 8 گفتم که گفتم یکی دو تا پکیج ورزشکار بیاد بعد شماره 8 رو براشون فعال کنید. اما حداقل 2 یا 3 جلسه تمرینی ورزشکار شما لازمه که برنامه 8 رو تجربه کرده باشن تا شما بتونید این اجازه رو داشته باشید که برنامه 9 رو براشون فعال کنید. در رابطه با ورزشکاران حرفه‌ای من پیشنهاد دارم که اگه میخواید تمرین حوازی فعال کنید حتما فقط برنامه شماره 9 رو براشون بذارید، چون قبلا سابقه تمرین دارن و تمام بافت‌هاشون آماده است. برنامه شماره 9 برنامه ای که حدود 90% تا سقف 90% دو تو مکس ورزشکار شما رو میرسونه و ضربان قلب و سیستم تنفسی رو به حد خیلی بالایی درگیر میکنه و حتی اگر در حین دریافت پالس در طول برنامه شون احساس کرد که فشارشون داره میفته یا پالس رو قطع کنید، یعنی کم کنید، یا برنامه رو کلا از برنامه شماره 9 خارج کنید، چون خیلی پیش اومده که ورزشکار بعد از اینکه حالش بد شده تو برنامه شماره 9 میگه اصلا انگار که من دارم چند کیلومتر میدوم و اون سبک حوازی رو تو بدن من نقش میبنده و اعمال میکنه. به خاطر همین از خود من به همه مربیان میگم اگر میخواید برنامه شماره 9 رو بعد ورزشکار به کار ببرید، پیشنهادم اینه که 1 رو، یعنی اگه چه مثلا نیم ساعت میخوان تمرین کنن تو این جلسه، 1 ربع با برنامه شماره 9 بهشون تمرین بدید، 1 ربع با یه برنامه سبک مثل برنامه شماره 2 یا 3 که نسبت به برنامه 9 سبک تره. اینجوری هم حوازیشون اعمال شده، هم ورزشکارتون تمرین زده نمیشه.